با نام خدا و سلام، صادق خان هستم با مجموعه ویدیوی آموزشی زبان برنامه‌نویسی گو در خدمتتون هستم. امروز 23 فروردین ماه سال 1401 و مصادف با 10 رمضان، امیدوارم که طاعات و عباداتتون هم قبول باشه. توی این ویدیو ابتدا می‌پردازیم به فراخوانی متدها در زبان گولنگ. خب مثل بقیه زبان برنامه‌نویسی که شما احتمالاً دیدید که متدهایی از یک آبجکت رو فراخوانی می‌کنید، تو زبان گو هم ما متدها رو داریم. متدها همون یک نوعی فانکشنن که وابسته شدن یا مرتبط شدن با مقادیری از یک نوع داده‌ای که بهشون داده شده. حالا جلوتر ریزش می‌کنم، اینو بیشتر متوجه میشید. و همونطور که گفتم مثل بقیه زبان‌ها تو گولنگ هم ما متد داریم و این تازه یه مقدار ساده تر هم هستند و در آینده هم تو ویدیوهای بعدی به صورت جزئی و ریزتر در مورد متدها من صحبت خواهم کرد. اولی چون تو مثالهایی که پیش رو داریم و در آموزشمون با متدها کار داریم، تو این جلسه یه مقدار کوچیک در مورد متد صحبت میکنم، با دو سه تا مثال هم ازش میزنم. خب برای ادامه آموزش من یک مقدار این کدایی که قبلا زدیم رو پاکسازی میکنم، این رو میذارم بمونه، FMT رو هم میذارم بمونه و چیز دیگه این نداریم. خب میام چیکار میکنیم؟ اول میام یه پکیج داریم به نام پکیج تایم. پکیج تایم رو اینجا استفاده میکنیم. داخل مین هم میایم میگیم که یه دونه وریبل به نام now یا الان استفاده میکنیم که از نوع time.time مساوی با time.now. پس نگاه، اینجا ما یه پکیج تایمی داریم که این پکیج تایم ما یک تایپ به نام time داره که با تی بزرگتره. این چی کار میکنه؟ به ما دیت و تایم رو برمیگردونه. دیت شامل year، سال، ماه و روزه. تو تایمش هم ساعت و دقیقه و ثانیه و غیره رو به ما برمیگردونه. هر تایم دات تایممون، این تایم دات تایم یه مقدار به ما داره برمیگردونه که این هر مقدارش یه دونه متد داره به نام year که اون سال رو برای ما برمیگردونه. تا اینجا اوکی بذار من باز این ادامه بدم. میگیم ور year مساوی با now dot year و fmt dot println year. خب یه باری مرور کنیم، یه پکیج داریم به نام time. این time dot now یک مقدار تایم دات تایمی به ما برمیگردونه که شامل زمان، تاریخ و زمان حاله و این مقدار، این ولیو یه متدی داره به نام متد year که اون سال رو به ما برمیگردونه. حالا اینجا چکار میکنم؟ اس رو نزده بودم. داره میگه سال 2022 هستیم. حال من اینجا میام بهتون بعضیه متد رو روی مثال بگیم. گفتیم متد یه نوع فانکشنه که مرتبط یا وابسته است به مقادیر یه نوع خاص. خب الان مثلا اینجا چیه؟ اینجا این year متد دیگه که سال رو برمیگرد. روی چی کار میکنه؟ روی نوع تایم کار میکنه. یعنی ما اگر اینجا یه ولیوی داشته باشیم که مثلا الان این نوع ماه که توش یه دونه تایم ریخته باشیم، میتونیم یه متدی روش کال کنیم به نام year که سال اون رو برمیگردونه. برای ادامه آموزشمون و آشنایی با متدها من یه مثال دیگه هم میزنم. پکیج strings که قبلا هم ازش استفاده کردیم یه تایپی داره به نام replacer. چی کار میکنه؟ میاد در اون یه دونه string رو به دنبال یه دونه سابسترینگ که بهش دادیم میگرده، سرچ میکنه و به ازای هر دفعه ای که اون سابسترینگ رو پیدا بکنه با یه استرینگ دیگه
جایگزینش میکنه. بریم که این کدش رو بزنیم و به مثال اون بپردازیم. دوباره من اینجوری پاک سازی میکنم، این تایم رو جایگزینش میکنم با پکیج استرینگز. اس هم داره. خب چیکار میکنم؟ اول میام یه ورکن تعریف میکنم که باشید مقدارش رو میذارم تعریف میکنم. لیزر strings dot place میگیم رو هر جایی که شارپ دیدی شارپ رو جا به جا کن با ساعت A. اینجا ما یه اشتباهی انجام دادم، یه اچم فیکسد داریم اینجا، فیکسد رو بذار برای با ریپلیس ریپلیس ببخشید اینجا رو من ریپلیس چه باده نوشم نیو ریپلیس رو باده نیستیم ریپلیس من بیاد میگه ریپلیسش کن روکن رو بهش میدیم و در انتها میگیم fmt.println fixed. دفعه سیف رو بزنیم روکت. خب میبینید دیگه شارپ رو حذف کرده و به جاشون A گذاشته. حالا میریم یه بررسیش هم بکنیم که ببینیم چی کار کرده. بپردازیم بهش. خب اول کار که داخل ایمپورت ما استرینگز رو اضافه کردیم، یه استرینگ تعریف کردیم رو بروکن و این ساده خان رو با شارپ به جای A نوشتیم. بعد میایم ریپلیسرمون رو میایم یه دونه استرینگز دات نیو ریپلیسر میکنیم که میاد یه دونه استرینگ ریپلیسر به ما برمیگردونه که داره داخلش میگه به جای شارپ ریپلیسش کن با A. بعد میگه حالا این ریپلیسر یه متدی داری به نام ریپلیس ما فراخوانی بکن و یه استرینگ بهت میدم که استرینگ من براکنه، استرینگ اولی که بهش گفته بودم که بیا روی این ریپلیس رو انجام بده با اون نیو ریپلیسری که قبلا ساخته بودیم، یعنی توی این خط، یعنی به جای شارپ A بذار. کدوم استرینگ بهش بده؟ استرینگ بروکن بهش بده و نتیجه که فیکسد هست رو پرینت میکنیم که داره به ما میگه ساده خواهم. همونطور که دیدید سینتکس فراخوانی یه متد خیلی شبیه با فراخوانی کردن یک فانکشن از یک پکیج متفاوت، اما این دوتا با هم یه رابطه دارن. این داتی که بینشون قرار میگیره، دات داره میگه که اون چیزی که سمت راست متعلقه یا رابطه داره با اون چیزی که سمت چپه. همونطور که قبل تر هم گفته بودیم توی فانکشن ها اون فانکشن به پکیج سمت چپش ارتباط داره، متد هم همینطور، اون متد به ولیوی سمت چپش مرتبط. خب به انتهای این قسمت از آموزش زبان برنامه‌نویسی گو رسیدیم. یه دوتا نکته انتهایی داره که من میخواستم مطرح کنم. نکته اول این که از این به بعد ویدیوهای آموزشون به همین روال خواهد بود، ویدیوها کوتاه هستند و سعی میکنم تو هر ویدیو به یک مبحث بپردازم و اگر مبحثی بیشتر از 20 الی 30 دقیقه بود اون رو دوتا پارتش میکنیم. نکته دوم در مورد پرسش و پاسخ در مورد مباحثی که مطرح میکنیم. اگر پرسشی دارید، سوالی دارید، میتونید داخل وبسایت خودم به آدرس sadeq-khan.ir مراجعه کنید. اونجا یک پستی دارم با عنوان آموزش زبان برنامه‌نویسی گو. از کامنت های اون شروع کنیم و در آینده هم یک فروم روی همون وبسایت خودم بالا میارم و از اونم میتونیم استفاده بکنیم. چه خودتون سوال یا پرسش دارید مطرح کنید، چه جواب بدید پرسش و پاسخ بقیه بچه هایی که مطرح میکنم. موفق باشید.